سلام به عزیزان. من واقعا خستم امروز، ولی میخوام یه ویدیو کوتاه بگیرم. اول یه کافه بخورم، بعد براتون میخوام توضیح بدم باقله چجوری باشه و چجوری درست میشه و چه اندازه‌ای باید بپزه و کی بهش نمک بزنی. بعد اگه توش فلفل هم بذارین، فلفل های دلمه یکی دوتا، خیلی خوشمزه میشه. این برای مثلا عصرا که نون پنیر میذاری، اینم میشه خورد، نه با عنوان غذای اصلی، نه برای اصلونه همچین موقعی. یه نون پنیری سبزی هم بذارین بغلش، خوشمزه است. اول از همه باقلاها ها باید سبز باشه، زرد نباشه. زردا خیلی خوب نیستن. این الان یکی دو تاشون بازی کوچولو زرده، ولی پوک نیستن. بعد سراشون هم نباید ببری اینو، اگه ببری پر آب میشه و اون مزه خوبو نداره. ما تو ایران ما درست میکردیم، خیلی هم خوشمزه بود. الان اینجا هم تازه اومده، من میخرم، ولی برای بچه ها خیلی خوب نیست. بچه های کوچک زیر 7-8 سال نباید بخورن، چون بعضی هست آلرژی دارن، خوب نیست. قشنگ میچینین، من شستم، بعد فلفل ها رو میذارین روش، بعد آبم روش میزنین تا اینجا بیشتر نشه، چون اگه زیاد پر آب باشه بعد پر آبم. بعد میای نگاه میکنی با یه چنگال، ولی نمک اصلا نمیزنی تا نرم بشه، چون اگه بزنی نمک زود سفت میشه و خوب نیست. ولی باز برمیگردم دوباره یه فیلمم ادامه میدم که چه موقعی نمک بذارم. الان تا اینجا آب من ریختم، بعد خیلی که پخت فلفلا را زیر رو میکنین که قشنگ بپزه. دون گفتم به جایی که رسید نرم باشه اون موقع، ولی باید آتشش خیلی تو بلند باشه، تون باشه. اگه کم باشه خوب در نمیاد. بعد این از این، الان من میذارم رو گاز تا بعد از 40 دقیقه اینجوری برمیگردم نگاه میکنم. درش رو میبندیم که برای خودش بپزه. بعد از 40 دقیقه برمیگردیم و نگاه میکنیم چجوری شده. الان دیگه 40 دقیقش تموم شده، اومدم ببینیم چه شکلی شده. نظرم دیگه خوبه. الان نباید زیاد چیز کنم، سوراخ کنم، چون آب پر میشه. بعد باقلا هم به حدی رسیده که میشه الان نمک ریخت، قبلش نمیشد. بعد ما نون و پنیر اینا میذارم، وقتی تموم شد باز دوباره یه فیلم کوتاه میگیرم. ولی الان رسیده به جایی که دیگه الان میشه نمک بریزید. یادم رفت که الان چقدر باید من چشی میریزم. بعد امتحان میکنم، بعد از 3 دقیقه دیدم اگه کمه میریزم، اگه زیاد بود دوباره آبشو خالی میکنم، یک کوچولو آب گرم میریزیم که شوریش کم بشه، یا یه دونه سیب زمینی میتونی بذارین توش که شوریشو میگیره سریع. واقعا توی هوای قشنگ حیفم اومد. سینیه رو درست کردم، آوردمش بیرون. هوا خیلی قشنگه، ولی یه ذره میخواد کم دیگه فکر کنم بارون بیاد، ولی اصلا سرد نیست. آوردم گذاشتمش رو این چادره، الان قراره دو قلوام هم بیان،
کنم پسرم هم بیاد. یه عصرونه درست کردم، الان چای و کافه هم میاد. سفرمه سینی، یعنی نه سفره. عصرونه های سبک چون بعد ساعت 7 من بعضی موقع ده دوباره میرم دارو میدم، برمیگردم یه نون پنیر کوچولو دیگه هم میخورم. دیروزم بعضیا برام نوشتن چرا فیلم آخرش تمام نشد، یعنی گریل کردم ولی متاسفانه به هم زنگ زدن گفتم باید بری سری، تو من دارو میدم بیشتر پرسنال نبوده باید سری میرفتم. اینایی که دارو میدن باید حتما، من مدرکشو ندارم، مدرک اینجا بهش میگن اندر خودشکه، اینا رو من ندارم، ولی یه چیزی که بهش میگن یه کرسیه میرید هر سال بهش میگن دلگرین، اونو دارم خدا رو شکر، اون کارم خوب پیش میره. بعد بعضی سوال کرده بودن که کار اصلی تو چیه؟ من بیشتر تو داگیس کار میکنم ولی اضافه کاریم اسمش پرسونلی اسیستنه. اونایی که احتیاج دارم برن بیرون، برن، من چون گواهی نامه دارم، خیلی هاشون خودشون ماشین دارن، با ماشین میبریم میگردونیم. امروز یه بچه 8-9 ساله داشتم دیگه، میری باهاشون بیرون میگردن، بعضیا خرید میکنن دیگه، دارو اگه دارن میری براشون میخری. من امروز 2-3 تا دارو داشتم. اینجوریه، برمیگردیم هم واقعا خسته، خیلی خسته. دیروز 11 ساعت من کار کردم، امروز نه، امروز 9 ساعت، یکم کمتر بود. کارم هم خیلی سبکتر بود امروز، ولی دختر، یکی از دخترام یه ذره پاش درد گرفته بود، بردمش بیمارستان، اونو منو استرسی کرد. بگه نه خدا رو شکر کارم خوب بود، یه ذره هم از این گوشه خونه بگیرم که الان دیگه لامپای بیرونمونم روشن شدن، الفامونم در اومدن. باید این درخت سیب همسایه مونه، خیلی خوشمزه است. یه خانمیه به اسم شیرین خانم، جا داره ازش تشکر کنم، دوستمه که رفته امروزم بلوبر میشه، نمیدونم چی میشه به ایرانی، که چیده و فیلمش هم کرده، میخواد براش پخش کنم. من اسم منو هم تو فیلمه آورده. بعد از خواهر شوهرام، مخصوص اون که تو لندنه، منو خیلی تشویق کرد، بچهای خودم که برم تو یوتیوب، چون واقعا برام سخت بود یه ذره، ولی من همیشه فیلم های کوتاه کوتاه توی فیسبوک میذاشتم، توی بعضی موقع ها میذارم، بعد میگفتن چرا نمیذاری تو یوتیوب دیگه، گفتم چرا نه، که چرا که نمتحان میکنی ببینیم. یه جا داشت من تشکر کنم از اونایی که منو تشویق کردن. دیگه من الان به پایان میرسه فیلممون، ممنونم از همه که نگاه میکنن و لایک میکنن، اونایی که دوست دارن لایک کنن، اونایی که هم دوست ندارن خواهشن چیز بد ننویسین، هر که دوست داره نگاه کنه، هر که هم دوست نداره دیگه میل خودشه. مرسی از همه، شب روز خوبی داشته باشین.